ما در این گفتگو یک میهمان تصویری هم داریم که من از همکارم خواهش میکنم که لطف کنن و ما رو وصل کنن به این میهمان عزیز. شاید شما بشناسیدش. نمیدونیم. بله، دوست خوبم صابر سید احمدی که الان میهمان تصویری برنامه گنج میهنیه. صابر جان سلام میکنم بهت، تبریک میگم 45 سال تأسیس سازمان رو و خیلی خوش آمدی. با سلام به شما مهران عزیز و همچنین میهمانان گرانقدرتون، خیلی خوشحالم از اینکه تونستم منم جزی از این برنامه باشم و در این برنامه شرکت کنم. همچنین منم تبریک میگم آغاز 46 سالگرد تأسیس سازمانمونو و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیزتون در داخل و خارج کشور. بفرمایید. خب صابر جان خودت خوبی دیگه کلا؟ بله خیلی ممنون، دست ما در نکنه. خب اجازه بدین که قبل از اینکه بینندگان ما کامل متوجه بشن داستان چیه، ما چند تا سوال کوتاه و مختصر تستی از صابر بپرسیم تا مشخص بشه جریان چیه. بله بفرمایید. صابر جان سال 61 تو کجا بودی؟ سال 61 اول بگو چند سالت بود سال 61؟ سال 61 فکرم یک سالم بودم. یک سالم؟ خب ماشاءالله. خب کجا بودی بعد؟ من در واقع بعد از شهادت مادرم سال 60 توسط دجالان رژیم خمینی به زندان برده شدم. معرفی کنی؟ بله، فاطمه سلطان ابوالحسنی بودم. بله، مجاهد شهید فاطمه ابوالحسنی. خب میگفتی؟ هیچی دیگه، سال 61 دیگه اونجا تو زندان بودیم ما. تو زندان های رژیم بودی؟ تا چند سالگی زندان بودی صابر؟ من در واقع تا سال 64 اونجا بودم. 64 یعنی بودن 4 سالگی؟ بله 4 5 سالگی. بعد الان مثلا چه تصویری از زندان تو ذهنت هست؟ میگن زندان، چی یادت میاد؟ والا همچی چیز زیادی یادم نمیاد، ولی راه رو یادمه، یا مثلا یه پارچه بلند به پام میبستن اینا رو یادمه. چرا پام میبستن؟ چرا فقط می‌بستن؟ والا من خودم سوالم شد، میگفتن که شیطون بودی سرم این پاتو می‌بستن. خب پس اینا اون اولین نشونه ها و علائمی هست که از زندان به یاد داری. بعد 64 اومدی بیرون از زندان، درسته؟ بله. از اون چیز شنیدی که چطور آزاد شدی، چطور تونستی بیای بیرون؟ بله بله، خوبه اینجا به این خاطره در واقع اشاره کنم. سال 64 اومدن خلاصه ما رو از بند به ضرب و زور از دست خواهرای مجاهدی که اونجا بودن گرفتن، کشیدن آوردن بیرون. خیلی خواهرامون اینو در واقع شنیدم، من تقریبا یک هفته یا دو هفته پیش خودم اینو شنیدم، برای خودم خیلی تازه بود. این برای تعریف کردن؟ بله بله. گفتن که خلاصه اومدن با ضرب و زور این مزدورای رژیم اومدن تو رو از دست ما گرفتن و بردن بیرون. بعد خلاصه خیلی خواهرامون تلاش کردن که نتونستن خلاصه ما رو پس بگیرن، که همونجا یکی دو تا از خواهرها که کنار هم نشسته بودن میگن که بریم یه قرآن بیاریم. میگن قرآن برای چی؟ این دوستا میگن خب قرآن بیاریم یه استخاره کنیم که بالاخره ببینیم بچه چی میشه. که قرآن برمیدارن میارن اونجا یه استخاره میکنن و میبینن که سوره حضرت موسی اومد، این که حضرت موسی رو گذاشتن تو اون سبد و به رود نیل سپردن و رفت، که نوشته بود که خلاصه برمیگرده این بچه، شما نگران نباشید، شما ناراحت نباشید، بچه این نیست که اونجا موندگار باشه. که خلاصه الان ما هم در خدمت اشرفی ها هستیم، اون جز اشرفی ها هستیم. عجب داستانه. اون شده خودمون در واقع رسیدیم. بسیار عالی. خب پس تو صابر جان باش روی خط، همچنان روی همین خط تصویری که ما داریم میکنم. تا ما ادامه بدیم، بعد هم میایم دوباره سراغت. خب خانم جوکار، شما شناختی میهمان تصویری ما رو؟ بله. از کجا میشناسینش؟ والا صابر همون یکی از همون خواهران مجاهدی که الان اشاره کرد شما بودید، بله، درسته؟ یکی از اون خواهرانی که خلاصه من هم در اون شرایط این به هر حال افتخار رو داشتم که در حالی که به هر حال برای من سخت اون روزایی صابر رو به یاد بیارم و خاطره اون روزها رو، ولی خب چون خیلی خوشحالم از اینکه الان یک اشرفیه، به هر حال دیگه نکته ای سر اونها ندارم، اما من این خاطره صابر رو تکمیل بکنم.
بله بفرمایید. به شما به عنوان کسی که از نزدیک شاهد بودین اطلاعات ناقص صابر رو تکمیل کنید. بله. این خاطره درست گفت صابر، سر این که به هر حال میخواستن اونو بگیرن، ولی اون کسی که قرآن رو باز کرد خواهر مجاهدم، خواهر شهیدم سیما صادقی بود. بله، که شاید. از مسئولین انجمن دانشجویان شیراز بود و سال 61 به شهادت رسید زندان اوین، اما اون در واقع قرآن رو اون باز کرد، چون اون مقطعی بود که داشتن جابجا میکردن صابر رو، هنوز نمیخواستن در واقع بیرون بدن بدنش، که ما خیلی بیتابی میکردیم. اومد کنار من گفت ببین باور کن که قرآن رو باز کردم، داره میگه که انا اوحینا الی ام موسی، این سوره قصص بود بله. که اومده بود این آیه در اون سوره اومده که وحی کردیم به مادر موسی که موسی رو اگر ترسیدی از این که ممکنه از دستش بدی، اون رو در سبدی بگذار و به رود بسپر و مطمئن باش که ما اون رو به تو برمیگردونیم. به هر حال اون روز باید یک ایمانی بود به این حرف که ما رو به آرامش میرسوند و این کارو میکردیم. اما واقعیت اینه که من روزی که متوجه شدم بودن صابر رو در اشرف، که خب دقیقاً همین به یادم اومد. چجوری متوجه شدیم؟ من در واقع سال 82 بود، بعد از اینکه قرارگاه دیگه بودم، اشرف نبودم، که گویا صابر یکی دو سال بود اومده بود، متوجه اومدنش نبودم. اما یک شب بیمارستان اشرف بود، بستری بودم، یکی از خواهرایی که با هم اون سالا هم بند بود و در جریان اومدن صابر بود و اینا، به من گفت تو میدونی که فلانی اومده اینا؟ بعد گفتم که نه. بعد به هم خلاصه موضوع رو تعریف کرد، داستانهای صابر رو که چه داستانهایی بعد از زندان داشته و بعد دیگه بیرونش دادن و چطوری به شکل معجزه آسایی واقعا پدر بزرگ و مادر بزرگش پیداش میکنن و اون رو یا در پرورشگاه بعد کسی که اون رو گرفته بوده. خلاصه داستانهاش خیلی طولانی بود که برای من تعریف کرد. بعد جالب اینجا بود که بهش گفتم که خب، بعد بهم آدرس داد، گفت همین دیشب سیمای آزادی در پیک شادی یک کلیپ طنزی بود که صابر با بچه های اشرفی در اون شرکت کرده بود، یک طنزی بود به اسم یه نخبگان نظامی همچین چیزی. بعد من فردای اون روز که اومدم این کلیپ رو به هر صورت پیدا کردم و اینا، خیلی عجیب بود که من در بلا فاصله که این نوار رو دیدم، در بین اون چهار پنج تا به اصطلاح برادرای جوونی که این طنز و بازی کرده بودن، بلافاصله صابر رو شناختم. من خاطره زمانی که صابر رو برای اولین بار دیدمش تو اشرف، اون صحنه نخیر وقتی که نوزاد بود، بله واقعا خیلی عجیب بود برام. اصلا این که زنده مونده واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، میگم به طور واقعی معجزه است، به دلیل اینکه مدت زیادی در حالی که نوزاد بود اینو توی شعبه‌های بازجویی نگه داشته بودن و یک روز صبح بود که ما تازه از تنبیهات مراسمی که برای عید سال 60 گرفته بودیم در واقع در اومده بودیم، همه توی بچه‌ها توی سلول نشسته بودن چفت در چفت، که یک باره در سلول باز شد، این من چون دور نشسته بودم فقط متوجه شدم که یک چیزی رو پرت کرد تو. به طور واقع اگر تمام سطح سلول نفر ننشسته بود، این بچه که همینجوری اینو پرت کرد واقعا میخورد زمین و همونجا اصلا از بین میرفت. پشت سر اونم یک واقعا پرت کرد همینطوری و اومد این بچه توی دامن بچه ها پایین. اصلا خب من اون موقع خودم نوزادی که داشتم مثلا 3-4 ماهه بود، صابرم تقریبا بله همونجا توی همون سلول بود که بچه ها این صابر رو آوردن. بعد جدا این بچه انقدر مریض بود که اصلا از شدت مریضی توان و حال گریه کردن هم نداشت، یعنی فقط
چشمش باز بود نگاه میکرد و ما اصلا نمیتونستیم بفهمیم واقعا مثلا این حتی چقدر میتونه زنده باشه. من شیشه شیر که برای بچه در واقع هست اینم همراهش پرت کرده بودن. من اول فکر کردم که توی این شیشه مثلا چایه، ولی واقعا توی این آب جوش بود. انقدر این شیشه پلاستیکی کثیف و کدر بود که گویا مثلا توش چاییه، چون هیچی هم نبود، به هر حال چیزی هم نداشتن، آب به بچه میدادن. که اون زمان در واقع لاقل تحلیل ما اون موقع این بود که به هر حال این بچه چون در حال مرگ بوده، فقط آوردن لحظه که اینو پرت کردن، یکی از خواهرها گفتش که با عرض معذرت واقعا از صابر، و ولی به هر حال این سنگدلیه واقعا این جماعت خمینی رو. واقعا برگش گفت این بگیرین این طولتون رو که بمیره، اگر میخواد بمیره پیش خودتون بمیره. ما متوجه شدیم که پس این واقعا برای این که از خودشون رفع اتهام بکنن، در صورتی که این بچه از بین رفت، اصلا آوردن و انداختنش توی سلول. که خب به هر حال واقعا در اون بی امکاناتی یاری خدا بود. شما صابر به فرزندی قبول کردید. دقیقا که خب من لازمه واقعا بگم که واقعیت اینه که بیشترین زحمت رو اون موقع برای صابر خواهر شهیدم نادیا که دانشجوی مازندران بود اون موقع توی سلول کشید. خب من یک مسئولیتی در مقابلش داشتم و بقیه بچه هم هر کدوم یک مسئولیتی در مقابل صابر داشتن، که خدا به ما کمک کرد که تونستیم از آب و گل. عجب داستانی. خوب